Προτού προβείτε στην ενέργεια, ενημερώσατε το Λευκό Οίκο? Είχε ακουστεί, ανεπιβεβαίωτα βέβαια, ότι ο Τζο Μπάιντεν και ο Ιμπραχήμ Ρεϊσί είχαν απευθεία συνομιλία προτού η Τεχεράνη χτυπήσει το Τελαβίβ. Μα δαρ παϊόμι και برای دوستان خود در کشورهای منطقه 72 ساعت پیش از آغاز عملیات دفاع مشروع ارسال کردیم به آنها اطلاع دادیم که پاسخ ما در قالب دفاع مشروع قطعی و مسلم است. همسایگان ما امنیت همسایگان را امنیت جمهوری اسلامی ایران می دانیم و صرفا تنبیه رژیم صهیونیستی مد نظر ما بود و ما قصد توسعه تنش و بی‌ثباتی در منطقه را نداشته و نداریم. Το Ιράν προετοιμάζεται για ενδεχόμενη απάντηση του Ισραήλ. Ποια θα είναι η απάντηση της Τεχεράνης σε περίπτωση που οι Ισραηλινοί πλήξουν στρατιωτικούς της στόχους? Αγιάρ Ισραήλ δάς πε εγδόμι βεζανε Γιουμχουρί Ισλαμία Ιράν بلافاصله و با شدت به اقدام اسرائیل پاسخ خواهد داد. ما این موضوع را برای همه روشن کردیم. Κατά την παγκόσμια κοινή γνώμη, αλλά και κατά τους Έλληνες, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει αλλάξει τη στάση του απέναντι στο Ισραήλ. Καυτηριάζει και τις ενέργειες του Ισραηλινού στρατού, καυτηριάζει όμως και τις αποφάσεις που παίρνει ο Νετανιάχου. Αυτή τη μεταστροφή εσείς την διακρίνετε, πώς την κρίνετε? Γενοϊότ Ισραήλ δαργάζε εχθόσατε χαμή η μπασαρία του Τζαρίχη Δόρκερδε. و آمریکا اصلی ترین شریک اسرائیل در این جنایات است. اسرائیل علارغم اینکه از حمایت کامل آمریکا و تعدادی از کشورهای اروپایی به خصوص آلمان و فرانسه و انگلیس برخورداره، نتونسته یک گروه کوچک فلسطینی رو بعد از 6 ماه شکست بده. بنابراین اسرائیل کشور ضعیفی است که صرفاً با حمایت آمریکا به موجودیت خودش به حیات خودش ادامه میده. Και μια τελευταία ερώτηση, να μου πείτε κατά την άποψή σας και κατά την άποψη της Τεχεράνης, πώς εκτιμάτε τη στάση διαχρονικά των ελληνικών κυβερνήσεων στο Μεσανατολικό? Μας دولت یونان انتظار داریم که نقش سازنده‌ای در خاورمیانه ایفا کنه و از ظرفیت‌های خودش برای تنش زدایی و کاهش تنش در منطقه استفاده کنه. ثبات در منطقه خاورمیانه مستقیما به نفع یونان، چون یونان همسایه این منطقه حساب میشه. آشوب و ناامنی در منطقه بر یونان هم ممکنه تأثیر منفی بگذاره. بنابراین به نفع یونان، ایران و سایر کشورهاست که این منطقه در ثبات و آرامش باشه.